رجزخانی به بهانه اشغال سفارت یا بسیج جنگی. با درود گرم بر بینندگان گرامی تلویزیون برابری، با درود گرم بر مردم مبارز و قهرمانی کشورمون، جمهوری اسلامی در سال روز اشغال سفارت دست به بسیج عمومی زد و به مناسبت همزمانی این روز با نماز جمعه در تریبون‌های نماز جمعه به رجزخوانی پرداختند. بیش از 6 هفته از تظاهرات مداوم مردم ایران در شهرهای بزرگ و کوچک میگذره و بیش از 5 هفته است که دانشگاه‌های کشور صحنه درگیری دانشجویان مبارز با نیروهای سرکوبگر رژیم هستند. بیشتر دانشگاه‌ها به اشغال نیروهای امنیتی و انتظامی درآمده و با این وجود هر روز در بخشی از شهر تهران و در یکی از شهرستان‌ها تظاهرات پرشکوهی برگزار شد. تظاهرات روز پنجشنبه 12 آبان در شهر کارگری کرج نمایش پرشکوهی بود از عزم توده‌ای و نیروی خلاق کارگری برای سرنگونی جمهوری اسلامی. کرج مشهور است به شهر زورآباد. کارگران و زحمتکشانی که در رژیم شاه برای خود بر روی بلندی‌های شهر آلونک ساختند و در برابر جمهوری اسلامی به عنوان وارث رسام شاه هم همچنان به مقاومت خود ادامه دادند. مبارزه مردم قلعه حسن‌خان و دیگر شهرک‌های اطراف کرج در طی 50 سال گذشته نمادی از مبارزه مردمی و کارگری بوده و تظاهرات روز 12 آبان تو دهنه بزرگی بر جمهوری اسلامی که شهر کارگرخیز کرج به پا خواسته است. به گفته مارکس، کارگران چیزی برای از دست دادن ندارند، اما امروز بیش از 70% مردم ایران، جدای از این که کارگر باشند یا نباشند، خواستگاه کارگری داشته باشند یا نه، در واقع از هستی ساقط شدند. مردم برای رسیدن به یک زندگی حداقل بخور و نمیر جز سرنگونی نظام غارتگر و سرکوبگر جمهوری اسلامی، جز پایان دادن به این حکومت مذهبی، نظامی، امنیتی، چاره دیگری ندارم. اگر در سال 58 جمهوری اسلامی از موضع استیصال دست به یک ماجراجویی زد و سپاه نوبنیاد پاسداران را به اشغال سفارت آمریکا واداشت تا در پرتو شعارهای ضد امپریالیستی هم نیروهای معارض کمونیستی و مذهبی رادیکال را مهار کنه و هم اینکه توده مردم را به این بهانه به دنبال خود بکشونه تا به تثبیت موقعیت خود بپردازه. اگر تا آبان سال 58 که
هشت ماه از حکومت نوبنیاد جمهوری اسلامی میگذشت، روحانیون هنوز نتوانسته بودند جایگاه خود را تثبیت کنند و قانون اساسی مورد نظر خود را از مجمع قانون اساسی یا مجلس خبرگان خود ساخته بگذرانند. با این اشغال سفارت شرایطی فراهم آورد که هم بر شکست خود در سرکوب جنبش توده‌ای، به خصوص سرکوب مردم کردستان که ناکام مونده بودند، سرپوش بگذارند و هم این که برنامه‌های خود را به تصویب برسانند. امروز هم 43 سال پس از این ماجرا در پی آن هستند که به بهانه مبارزه با امپریالیسم جنبش مبارزاتی را خلع سلاح نمایند. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران در مراسم تجلیل از جان باختگان مردم شیراز در شاهچراغ که توسط یکی از عوامل خودی صورت گرفته برای آمریکا و عربستان به رجزخانی پرداخت. بلافاصله پس از این رجزخانی آمریکا به نیروهای خود اعلام آماده باش داد، عربستان سعودی و همچنین اقلیم کردستان هم که در طی 5 هفته گذشته مرتب از جانب نیروی زمینی سپاه با توپخانه مورد هدف قرار گرفته به سهم خود اعلام آماده باش کرد، زیرا احتمال اینکه جمهوری اسلامی به این بهانه به کردستان بخش اقلیم لشکرکشی کنه چندان دور از ذهن نیست. اما بایدن در مقابل اعلام کرد که به حکومت جمهوری اسلامی پایان خواهد داد. این البته بیشتر به یک شوخی میمونه، چون اگر آمریکا میخواست به حیات جمهوری اسلامی پایان بده در همون برش سفارت دست به کار میشد. در برش اشغال سفارت بیش از 70% افسران و درجه داران ارتش بازمانده از رژیم گذشته هوادار آمریکا بودند. اگر آمریکا دست به حمله نظامی میزد بیگمان از جانب ارتش مقاومتی نمیدید. اگر ارتش ایران در برابر هجوم عراق مقاومت کرد به دلیل این بود که عراق را نسبت به خود بیگانه می دانست، اما اون ارتش شاهنشاهی تربیت یافته آمریکا بودند. جمهوری اسلامی بیگمان تلاش خواهد کرد که جنبش مبارزاتی مردم را سرکوب کنه و یکی از وسایلی که میتونه به خدمت بگیره جنگ، اگرچه تکراری است، اما جمهوری اسلامی جنگ ایران و عراق را برای خودش یک نعمتی میدانست. در پرتو این جنگ بود که توانست اداره دولتی، دانشگاه ها، مدارس دولتی و مؤسسات اجتماعی را از وجود نیروهای مترقی و پیشرو تصفیه کنه. اما امروز نیرویی برای تصفیه وجود نداره، همه تصفیه ها صورت گرفته. امروز بخشی از نیروهایی که در برابر جمهوری اسلامی هستن همانهایی هستن که برای جمهوری اسلامی سالها در جبهه و حتی سالها در سوریه و لبنان جنگیدند.
در یمن و عراق جنگیدند. امروز که میبینن خواهران و برادران اونها توسط عوامل مزدور جمهوری اسلامی، به خصوص لومپنهای بیگانهی که به خدمت گرفته از افغانی تا پاکستانی و تا عرب، که به جان مردم انداخته در شهرهای بزرگ و کوچک، در خیابانهای تهران، سیل لومپنها، چاقوکشان را رها کرده با زشت‌ترین برخوردها در خیابانها با مردم برخورد میکنن. انبوهی از زندانیان جنایتکار را آزاد کرده و دست اونها را باز گذاشته تا به سرکوب نیروهای مترقی بپردازند. اما بیگمان این حربه ها کارساز نخواهد شد. خواست مردم یک خواست اصولی است. مردم میگویند انسان آزاد به دنیا میاد، باید آزادانه زندگی کنه. هر فرد در انتخاب لباس، پوشش خود، زندگی خود، اشربه و اغذیه خود باید آزاد باشه. حکومت اجازه نداره در این امر دخالت کنه. اما اگر جمهوری اسلامی از این مسئله عقب نشینی کنه چه چیزی داره؟ پیام جمهوری اسلامی همین سرکوبی است که همه جانبه مردم را کنترل کنه. سالانه در کشور ما بیش از 3 میلیارد دلار هزینه میشه که امکان مصرفش در داخل هست. مشروب قاچاق، مسافرت به کشورهای همسایه، برای استراحت در تفریحگاه ها در کنار دریا، در کشوری که 4000 کیلومتر خودش ساحل دریا و دریاچه داره. این شیوه حکومت پاسخگو نیست. مردم پس از 43-44 سال به اونجا رسیدند که بایستی با این حکومت تسویه حساب کنند. حکومتی که در برابر مردم حاضر نیست عقب نشینی کنش. اما سرانجام میبایستی به عقب نشینی تن بده. و اگر خیلی خیلی عاقل باشند روحانیون، تا کنج مذهب، تا کنج مسجد، تا کنج حسینی ها، تا کنج حوزه ها عقب نشینی کنند. نظامیگری پاسخی نداره. اگر امروز رژیم پس از ناتوانی نیروهای امنیتی و انتظامی سپاه را به میدان میاره، در فردای ناتوانی سپاه ناچار خواهد شد ارتش را به میدان بیاره. و اونجا ایست که مردم تصفیه نهایی را خواهند کرد. بیگمان در بطن نیروهای انتظامی، در بطن نیروهای سپاه هم مثل ارتش بخشی نیروی وظیفه است که رو در روی خواهران و برادران خود نخواهند ایستاد. فرماندهان مزدور سپاه که خود از غارتگران هستند، از شمار راندخاران هستند، با آنان که بر حسب وظیفه و اجبار به خدمت احضار میشن و در سپاه یا نیروهای انتظامی سازماندهی میشن،
بیگمان تن به این ذلت نخواهند داد. رجزخانی 13 آبان که با شعار لبیک فرمانده همه جا اوریان بود، معنی زمینیش بسیج جنگی است، معنی دیگرش تهدید متقابله. از وقتی که فرمانده سپاه مردم را تهدید کرده، تظاهرات دامنه دارتر شده و گسترش بیشتری یافته است. تظاهرات پرشکوه فرهنگیان با بازداشت این و اون تعطیل بردار نشده. دانشگاه ها همچنان صحنه درگیری است. پیام دانشجوها روشنه. دیوار جنسی را باید از دانشگاه ها برداشت. غذاخوری دانشگاه تفکیک پذیر به زن و مرد، دختر و پسر نشه. مسائلی که از دید یک کشور حتی آفریقایی خنده داره، اما جمهوری اسلامی پشت این ترفندها ایستاده. اگر قرار حجاب اجباری در کار نباشه، دیگه آخوند روزه ای نداره بخونه. اگر قرار نماز و روزه اجباری نباشه، اسلام و روحانیت پیامی نداره. اگر این پیام های کاذب را از حاکمیت مبتنی بر ایدئولوژی سرمایه‌داری گرفت باشند، این سرمایه‌داری هم تقدسی نداره. حکومت اسلامی نمیتونه سرمایه‌داری را تقدیس کنه. توده‌ای که به پا خواسته نه فقط میبایستی با مذهب و جریان مذهبی و ایدئولوژی مذهبی تصفیه حساب کنه، بلکه با سرکردگی سرمایه هم بایستی کلنجار بره و به این سرکردگی پایان بده. جامعه ای که تحت سرکوب خشن دین و سرمایه باشه، جامعه ایست ناچار به طغیان. بایستی این خروش عمومی، این شورش عمومی و این انقلاب عمومی را جدی گرفت. با ترفند تبلیغاتی، با شعارهای آبکی ضد امپریالیستی، حتی با تهدید کشورهای همسایه، حتی با آغاز جنگ در عراق یا کویت یا بحرین یا عربستان به جایی نخواهد رسید. نه رجزخانی علیه اسرائیل به جایی میرسه، نه رجزخانی علیه آمریکا و کشورهای عربی. اگرچه ممکن است جمهوری اسلامی بتونه به تأسیسات نفتی همسایگان آسیب رسونه، اما بیگمان جمهوری اسلامی قابل مهاره. و اگر تا به حال با جمهوری اسلامی مماشات می شده، از بیم توده ایرانی است که مبادا با سرنگونی جمهوری اسلامی یک رژیم واقعا ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی در منطقه رشد کنه که حکومت‌های اسلامی وابسته به آمریکا در پاکستان، عربستان، امارات و جاهای دیگر را به لرزه بیندازه. مشکل آمریکا در پشتیبانی از جمهوری اسلامی در این است که
بقای رژیم های ارتجاعی منطقه را در پیوند تنگاتنگ با ارتجاع اسلامی در ایران میدونه و پایان دادن به نظام ارتجاعی جمهوری اسلامی خطر زوال ارتجاع منطقه را هم در پی داره و این تا به حال گره آمریکا بوده. اگر جمهوری اسلامی هم در برش سفارت واکنش جدی از آمریکا ندید، به این دلیل بود، نه به دلیل ترس از جمهوری اسلامی، که جمهوری اسلامی توان مقابله با یک ابرقدرتی مثل آمریکا را نخواهد داد. همین تجربه امروز روسیه و اوکراین و ویرانی اوکراین نشان آن است که کشورهایی از این گونه در برابر یک ابرقدرت توان ایستادن ندارن. توان ایستادن مساوی است با نابودی.